جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داد که یک شخص بال می عبده مربوط به طالبان را در کوههای دره ارزو در ولسوالی شتول ولایت پنشیر سقوط داده دست کم 4 سرنشین آن را اسیر گرفتند. اما طالبان خبر سقوط چرخبال را رد میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که چرخبال به دلیل مشکل تکنیکی نشست اضطراری انجام داده بعد چند آن ساحه را ترک کرد. سخنگوی طالبان گفت کسی از سرنشینان چرخبال آسیب ندیده است، ولی یک منبع دیگر در رژیم طالبان به نشریه 8 صبح چاپ کابل گفته است که یک چرخبال با افسرنشین در حقیقت در دره ارزوی پنشیر سرنگون شده است و طالبان برای نجات آنها به جای اودیسه رفتند. در همین حال سغبت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که چرخبال طالبان را نیروهای این جبهه تحت فرماندهی احمد مسعود سقوط داده و 4 سرنشینش را اسیر گرفتند. منابع دیگر شماره سرنشین‌های اسیر افتاده این چرخبال را 7 نفر میگویند. نمایندگان جبهه مقاومت میگویند با اسیران بر اساس قوانین مقاومت مناسبت صورت میگیرد و به جان ایشان خطر تهدید نمیکند. تصدیق ایده‌های طرفا در مورد سقوط چرخبال می‌17 در کوههای پنشیر توسط منابع مستقل غیر ممنوع به نظر می رسد. جنبش تودروی طالبان ماه آگوست سال 2021 در آخرین روزهای خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان قدرت را در این کشور غصب کرد و حکومت خود را تشکیل داد. افراد ناراضی از رژیم نو طالبان که اساساً تاجیکای افغانستانند در دره پنشیر تحت رهبری احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود جبهه مقاومت ملی را تأسیس دادند که به ضد طالبان جنگ اعلان کرده است.